به نظرت فرق بین صورت یا فیس با چهره یا پورتریت چی میتونه باشه؟ آیا میشه با کمک روش لومیس چهره سازی انجام داد؟ و اینکه چطور از روی یک عکس طراحی چهره رو اجرا بکنی؟ پاسخ همه این سوالا در همین ویدیو. درود بر شما، نیلوفر آهنگری هستم و اینجا حوزه نقاشیه. صورت یا فیس قسمت جلوی سر رو بهش میگن صورت و توی طراحی همین گذاشتن اجزا میشه اینکه من طراحی صورت انجام دادم. زمانی که میخوایم صورت به چهره تبدیل بشه لازمه حس و حال اون فرد و یه مقداری شخصیت اون رو هم حتی توی کار نشون بدیم. اول از اینکه برای اینکه شبیه سازی بکنیم یک چهره رو لازمه که زوایای مختلف صورتش رو بشناسیم، بدونیم که مثلا این چشم چه زاویه هایی داره، کجا برجستگی داره، کجا فرو رفتگی داره. همینجوری فقط یه بادوم طراحی نکنیم به عنوان چشم، جز جزش رو دقت بکنیم و اجرا بکنیم. لازمه این کار این هست که آناتومی رو خوب بدونیم. ویدیو آناتومی اجزای چهره رو قبلا گذاشتیم و تک به تک اجزا رو طراحی کردیم. لطفا برای تک تک اونا وقت بذارین، تمرین بکنین، خیلی مهمه و میتونه خیلی کمک بکنه. علاوه بر اینکه اجزای صورت رو لازمه که دقیق و مطابق مدل اصلی اجرا بکنین، دست خطتون هم توی کار مهمه که حس و حال اون فرد رو بتونه منتقل بکنه. مثلا وقتی دارین چهره یک نوزاد یا یک نوازنده مثلا پیانو رو طراحی میکنین، لازمه که خطوط خیلی ظریف و لطیفی استفاده بکنین و سایه هاتون خیلی ظریف اجرا میشه. اگر بکگراند داره، بکگراند خیلی ملایمی میخوره. اگر دارین یک موزیسین راک رو مثلا طراحی میکنین یا یک مبارز رو اجرا میکنین یا یک فرد خشن رو یا یک فضای آشوب و آشفتگی رو اجرا میکنین، خطوطتون باید این رو منتقل بکنه، سایه هاتون، حتی بکگراند کارتون باید بتونه این رو منتقل بکنه. بنابراین تیرگی های بیشتر تو کار استفاده میکنیم، خطوط ضخیمتر و تیره تری رو استفاده میکنیم. پس نگو من دست خطم اینه که کمرنگ طراحی میکنم یا من عادت دارم پررنگ طراحی میکنم. تمرین کن که بتونی خطوط مختلفی رو اجرا بکنی و سایه های مختلف رو بزنی. مورد بعدی در مورد شبیه سازی چهره با کمک روش لومیس هست. من این سه حالت چهره رو با کمک روش لومیس اجرا کردم، ولی از نظر خودم تو حالت سرخ خیلی لومیس میتونه کمک بکنه، چون که این زوایای مختلف و پیچیده سر، اینکه سر به چرخه به بالا به پایین، پیدا کردن محورها همیشه برای نقاشا و هنرجوها خیلی چالشه. لومیس میتونه کمک بکنه که این محورها رو شما بهتر بتونین پیدا بکنین. وقتی جاش رو درست پیدا کردی، حالا اجزا رو بهتر میتونی روش سوار بکنی. ولی باز هم لازمش اینه که شما آناتومی رو خوب بشناسین و اینکه تک به تک اجزا رو توی زوایای مختلف قبلا طراحی کرده باشین و بعد بیاین شبیه سازی رو انجام بدین. خیلی وقتا فرد مدل رو از رو میندازه، بعد شروع میکنه سایه زدن، بعد میگه چرا شبیهش نشد، یا مثلا یه کوچولو شبیه شد، مثلا داداشش شد، چرا خودش نشد. این به خاطر اینه که اون فرد آناتومی رو خوب نمیدونه و یا اینکه تونالیته خوب توی سایش رعایت نمیکنه که بتونه برجستگی فرو رفتگی ها رو دقیق تر نشون بده، یا زوایای مختلف اون جزء از صورت رو نتونسته درست پیدا بکنه و اجرا بکنه. اینا مواردیه که اگه بهش دقت بکنی چهرهتون خیلی مطابق با عکس در میاد. عکس گرفتن از کار میتونه خیلی کمک بکنه. وقتی کارت تموم شد یه عکس ازش بگیر، اینجوری کادر کارت بسته میشه و یه جورایی انگار کار میره عقبتر. شما میتونید اشکالات کارتون رو بهتر ببینید، بعد دوباره اشکالاتش رو برطرف کن، باز دوباره ازش عکس بگیر. این کار میتونه خیلی بهت کمک بکنه تا به مرور که قوی تر شدی دیگه روی مدل زنده به راحتی میتونی طراحیت رو اجرا بکنی. بریم کارمون رو شروع کنیم. با این پیش فرض که شما روش لومیس رو تمرین کردین، شروع میکنم قسمت ثابت سر رو قرار میدم که یک کره بود و به فرم یک دایره ترسیمش میکنم. دو سومش رو جدا کردم که برش کنار سر رو مشخص بکنم. این دوتا خط بالا و پایینم میذارم، قراره بهم کمک بکنه. دو طرف سرش برشی که ایجاد شده از رو به رو یک کوچولو دیده میشه و یه فرمی شبیه به بیزی داره.
چون جلوی سر باریکتر از پس سره، ما یه مقداری از این برش رو میبینیم از روبرو. این دوتا خط، خط بالای گوش تا محور ابروه. ایشون از داره روبرو رو نگاه میکنه ولی یک کوچولو سرش پایینه. به خاطر همین محور بینی هم ببینید یکم از اون خط صاف رفت پایین تر، قوس گرفت به پایین. این اندازه رو مشخص میکنم، میرم بالا، جای رویش مو پیدا میشه و اینکه طبق درس لومیس همون اندازه رو میام پایین و جای چانه رو مشخص میکنم. مدلی که براتون انتخاب کردم مدلی هست که روابط طلایی توی صورتش برقراره، به خاطر همین خیلی اون درس هایی که دادیم میتونه کمک بکنه تو این طراحی. خط وسط صورت رو قرار میدم که تقریبا صورت رو نصف میکنه. جای گردن ببینید کجاست، فک رو در نظر میگیرم، یه کوچولو میام داخل و سرشونه با توجه به مدل ترسیم میشه. ایشون یه شالی گردنشونه، بدون در نظر گرفتن اون شال باید یقه و سرشونه رو قرار بدیم، بعد حالا حدود اون شال رو اضافه میکنیم. این خطای دید نده بهتون. حدود شالش رو ترسیم میکنم و میرم سراغ جزئیات. یه مقدار طرحم رو کمرنگ میکنم که خطوطی که دارم خیلی بهتون خطای دید نده. محور چشم رو مشخص میکنم، خط محور چشم وسط صورته، از بالا تا پایین اندازه میزنم، وسطش میشه جای چشم. پهنای صورت به اندازه 5 چشمه، بین دو تا چشم هم اندازه 1 چشم فاصله است. حالا تو این مدل باید نگاه کنی اون فاصله از 1 چشم یه ذره بیشتره یا یه ذره کمتره، اون حدود رو باید در نظر بگیری و بعد میتونیم چشمش رو شروع کنیم ترسیم کردن. یعنی جای چشم‌ها به این صورت مشخص میشه. زوایای چشمش رو باید درست بذاری. پلک بالا رو اگه ساده ببینیم با 2 تا خط مشخص میشه یا 3 تا خط، پلک پایین با 2 تا خط مشخص میشه، این خیلی مهمه. و بعد جای عنبیه رو مشخص میکنیم. پف زیر چشمش رو و این گودی کنار چشم که در واقع فرو رفتگی کاسه چشم دیگه و محدوده بینی. میرم سراغ ابرو. موهای ابرو رو قرار میدم. با اینکه این تر خطیه، دور تا دور ابرو رو یه کادر نکشین لطفاً. حدود موهاشو بذارین. حالا موهای کمتر و خلوتتر توی تر خطی میتونین بذارین، ولی در همون راستای موها باشه. چون اون خط پررنگی که دور ابرو ممکنه بکشین، حتی اگه پاکش هم بکنید ردش معلوم میشه، توی سایه زدن کارو خراب میکنه. از بغل بینی بریم بالا، ببینیم به کجا میرسیم. توی طراحیمون از همونجا میایم پایین، جای بینی پیدا میشه. زیر بینی هم که محورشو گذاشته بودیم، این دوتا خط بغل چشم و بینی رو، شیبش رو در نظر بگیر، همون شیب رو بیار توی کارت و محدودش رو مشخص کن. جای پره‌های بینی رو بهت میده که بالا پایین نکشیش. حالا خود بینی رو باید با توجه به زوایایی که بینی ایشون داره مشخص بکنیم. پرش همینطور، اون قسمت قضروف وسط بینی رو ببین، زوایاش رو مشخص میکنم. هندسی ببین، ببین به شکل چنزلی میتونی ببینیش، همون رو مشخص میکنیم. برای لب، از بغل لب میرم بالا، ببینم به کجا میرسه تو طرح خودم، از همونجا میام پایین، محدوده لب مشخص میشه. خط وسط لب رو هم ببین، در راستای همین دایره هست، تقریبا همین جا میفته. البته ایشون چون روابط طلایی تو صورتش برقراره دیگه اینجوریه. فرم لب پایین رو دقت بکنین، لب پایینشون پهن‌تر از لب بالاست و زاویه داره.
لبشون هم یکی از ویژگی های صورتشونه، یکی فکشه یکی لبشه، که خیلی مهمه که دقیق در بیاد که معلوم شه که این فرد کیه. خط دور صورت رو میخوام مشخص بکنم، جای خط ریشش بود، بعد میاد زیر گونه رو مشخص میکنم، یک کوچولو فرو رفته است و ببین از کدوم خط شروع میکنم، از در واقع قطر بزرگ اون بیزیه اون وسط. فک رو مشخص میکنم و کنار چانه یه مقداری فرو رفته. این خطا هم که خب هست دیگه، فرم صورتش رو بهتر مشخص میکنه. محدوده موهاش رو مشخص میکنم. برای مو هم مثل ابرو نباید کادر بکشی، باید خطوط در راستای خود موها ترسیم بشه. این خیلی مهمه، چون بعدن که میخوایم سایه بزنیم رد اون خطه میمونه. حتی اگه سایه هم نخواییم بزنیم خب خیلی صورت خوشی نداره. گوش ها رو شروع میکنم ترسیم کردن. ببینید دقیقا تو همین محدوده میفته. به گوش هاش دقت بکنین، خیلی بیرون زده نیست، پس از اون محدوده دایره خیلی نمیاد بیرون، تو همون محدوده ترسیم میشه. فرم گوش رو میذارم قسمت لاله گوش، برجستگی اون وسط و نرمه گوش. محدوده موهاش رو مشخص میکنم. موی حجمی اضافه از سر، پس حواست باشه یه مقداری بری بیرون تر و جای موهاش رو مشخص بکنی. مهمه که جمجمه خیلی کوچیک نشه. جای شالش و سرشونه رو مشخص کردم. حالا میتونیم بریم یه سری جزئیات به کارمون اضافه بکنیم، هر جایی رو که احساس میکنیم نیاز داره که دقیق تر ترسیم بشه، با دقت بیشتری بهش نگاه میکنیم و اینکه انگار یه جورای کار رو اصلاح میکنیم، انگار یه کس دیگه کشیده و ما داریم اشکالاتش رو برطرف میکنیم. مو به مو میتونم با مدل چک بکنم، حدود چشمش رو، زوایاش رو، و بعد قسمت‌های دیگه صورت رو مطابق با مدل بررسی می‌کنم. حالا دیگه یه مقدار ساخت و ساز بیشتر به کارم میدم و سعی می‌کنم که کار به مدل اصلی نزدیک و نزدیک‌تر بشه. مدل رو می‌تونید بیارید نزدیک طرحتون و خطاهای احتمالی رو پیدا بکنید، مثل یک معلم. قسمت تحریش و سیبیلش خیلی کم و خلوته دیگه، ولی یه محدوده مشخصی داره. این محدوده رو حتما براش در نظر میگیرم و یه هاشور خیلی مختصر این قسمت میزنم. البته این طرح قرار منتقل بشه روی مقوای اصلی، به خاطر همین من این خط خطی ها و این جزئیات و اینها رو دارم روش میذارم. اگه قرار بود رو خودش سایه بزنیم خیلی نباید خطوط محدوده طرح اصلی رو پر رنگ ترسیم بکنیم، چون بعداً به مشکل برمیخوریم. محدوده موهاش رو مشخص میکنم و حالا این قسمت گردنش رو یه هاشور مختصر. لباسش هم که همین، فقط نشون بدم یه لباس تیره تنشه، خیلی میتونه به کار من کمک بکنه. خیلی ممنونم که تا پایان ویدیو همراه من بودین. اگر این درس براتون مفید بود لطفاً لایک کنین و لینک ویدیو رو با دوستانتون به اشتراک بذارین. لطفاً دانلود شدهشو برای دوستانتون نفرستین، چون تعداد بازدیدهای بیشتر کمک میکنه که صفحه ما بیشتر رشد بکنه. اگر دوستانی که در درس‌های بعدی با ما همراه باشین سابسکرایب کنین و زنگوله رو بزنین. براتون بهترین ها را آرزو میکنم. شاد و سلامت باشین.